با سلام های صمیمانه خدمت بینندگان تلویزیون اندیشه در سراسر گیتی، من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای بهروز مشکینیار. در این برنامه گفتگو می کنیم با آقای دکتر میلانی، دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی به ویژه تاریخ معاصر ایران. آقای دکتر میلانی درود بر شما. قربان، سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران گسترده. موسم می فرمودید و گفتن این دفعه غیر عربیش بکنیم. خب حالتون خوب آقای دکتر؟ خیلی متشکر، رو شما رو ببینیم همیشه بهترم میشیم. درباره فوق برنامه های دانشگاهتون چیز تازه‌ای دارین؟ والا همین هفته دیگه اول کلاس‌های ماست، یعنی از دوشنبه کلاس‌های ما شروع میشه و از یک هفته بعدش هم برنامه‌های ما شروع میشه. فوق برنامه‌ها به قول شما اولین برنامه سخنرانیمون اکتبر اول، روز اول اکتبر ساعت 6:30 و نویسنده جوانی از ایران که الان یک سال و نیمه تقریبا در آمریکاست و یک کتاب واقعا بسیار بسیار جالب نوشته به اسم عقرب روی پله‌های راهن اندیمش یا از این قطار خون می‌چکه قربان، اسم نویسنده آقای حسین مرتضاییان آبکناره و یکی از کارهای واقعا درخشانی است که در مورد جنگ ایران و عراق نوشته شده از یک منظر انتقادی. کتاب جایزه های جالبی در ایران برده، چون الان یک سال و نیمه که در آمریکا هستن، یه مدتی در هاروارد اونجا به اصطلاح بورس ادبی داشتن، الان هم در یه دانشگاه دیگه یه بورس موقتی دیگه دارن و روز اول اکتبر در مورد جنگ در ادبیات ایران بعد از انقلاب. یه سری به هر حال اینا آثار به قول خودشون ارزشی در مورد جنگ نوشتن و فیلم‌های ارزشی در مورد جنگ درست کردن، ولی تازه داره شروع میشه کارهایی که در باب این مسئله از منظر یک نویسنده، از منظر یک کسی که دلنگران سرنوشت آدم هاییست که در اونجا چیزهای غریب دیدن، کارهای غریب کردن، بلاهایی بر سرشون اومد، این از اون نوع کارهاست. من فکر میکنم تو اون کارهایی که من دیدم یکی از معدود کارهاییست در کنار کار شهریار مندنی پور که در مورد جنگه، اینم یک کار خیلی خیلی جالبیست در مورد همین قضیه. و موضوع سخنرانیشون که اتفاقا به فارسی هم خواهد بود، همین جنگ در ادبیات بعد از انقلاب ایران. یک اتفاق مهم دیگری هم که یک کمی دیرتر خواهد افتاد ولی گفتم از همین الان خبرشو بدم که دوستان در برنامه‌شون اون رو علامت بذارن که بتونم بیان. میدونید که ما هر سال یک جایزه به اسم جایزه بیتا در ادبیات میدیم و پارسال آقای پزشکزاد اون جایزه رو بهشون تعلق گرفت. امسال برنده امسال این جایزه استاد یاشاتر هستن. آقای یاشاتر 6 نوامبر به دانشگاه ما خواهند آمد ساعت 6:30، مراسم اینجا برگزار خواهیم کرد که از واقعا یک عمر کار شگفت‌انگیز ایشون قدردانی بشه و جایزه هم که بهشون تعلق خواهد کرد. منظورتون از کار بزرگشون چیه؟ یعنی دانشنامه؟ دانه ایرانیکا به هر حال واقعا ایرانیکا یک نهاد دیگه از تبدیل شده به یک نهادی عظیم در معرفی ایران و جنبه های مختلف ایران از منظر بعضی از برجسته ترین افراد. یک 40 سالی است که دکتر یاشاتر
هم و غم خودش رو صرف این کار کرده و واقعا بنای سترگی در معرفی ایران. ولی قبل از او هم کارهای بزرگی دکتر یاشاتر کرده، مثلا تاریخ کمبریج ایران رو دو جلدش رو ایشون ویرایش کردن، آثار مختلفی نوشتن، یه کتاب کوچیکی نوشتن که من فکر کنم قدرشون چنان که باید دانسته نیست، کتاب نقش ایرانیان هست در اوج تمدن اسلام، به انگلیسی هست، یک کتاب مثلا حدود 100 صفحه است، ولی یک سیاهه عظیمی است و سیاهه واقعا ستودنی است از ایرانیانی که در عرصه های مختلف، از فقه اسلامی بگیرید تا گرامر ادبی، از فیزیک و ریاضیات بگیرید تا طب و معماری، که ایرانی هم و کمتر قدرشون به عنوان ایرانیانی که کمک کردن فرهنگ اسلام رو صورت بندی کنن، شکوفا بکنن، فقهش رو تکمیل بکنن، معماری رو که به اسم معماری اسلامی همه جا یاد ازش گاهی میشه، اونها رو تا چه حدی ایرانی ها نقش مهمی در تدوینش داشتن. اون به کتاب خیلی خیلی جالبیست و همین انسایکلوپیدیایی هم که الان عکسش اونجا میبینید، واقعا من کمتر میدونم کشوری که یک انسایکلوپیدیای چنین مفصل و چنین دقیق و چنین نکته سنج و با دقت در موردش نوشته شده باشه و هر روز هم داره وسیع‌تر میشه و غنی‌تر میشه و تا پایانش یه نهاد عظیمی میشه در مورد ایران. آقای دکتر، ایرانیکا در زندگی شما مثل که نقشی داشته؟ و ایرانیکا در زندگی من خیلی نقشه بله مهمی داشته. در واقع هوید من چند مقاله برای ایرانیکا نوشتم، یکی از اونا از من خواستن که مقاله در مورد هویدا بنویسم، امیر عباس هویدا، و در واقع آغاز کنجکاوی من در مورد هویدا همون مقاله بود. می‌خواستن یه مقاله 2500 کلمه‌ای بنویسم، اون 2500 کلمه رو نوشتم، ولی اون کتاب هم از دل او در اومد و بعد از دل اون کتاب شاه و نامداران ایرانی، در واقع آغاز درگیری جدی من با اسناد و مدارک دوران پهلوی، دوران محمد رضا شاه، همون تلاش برای نوشتن اون مقاله اولیه ایرانیکا بود. پس از این لحاظ هم ایرانیکا قابل احترامه. از هزار و یک دلیل، از جمله دلیل خیلی کوچیکش این بود. اختیار دارید. آقای دکتر میلانی عزیز، بفرمایید که یک همیهن ما از جمله بینندگان ما از من خواستند که از شما بپرسم نظرتون درباره این یادداشت‌های علم چیه؟ آیا ارزش تاریخی داره و اصولاً چه اندازه با واقعیات در خور است؟ به نظر من که یکی از مهمترین اسناد تاریخی مربوط به دوران شاه، یعنی کمتر خاطری، کمتر مجموعه اسنادی است در این مقوله ما، مثلا مجموعه اسنادی که در وزارت امور خارجه ها هست، در سفارت ها هست، حتما در ایران هست که اینا چاپ نشده، اونا حتما کمک خیلی زیادی میکنن. ولی این کسی که برای یه 10 سالی 12 سالی در کانون تحولات بوده، به نظر من یه سند بسیار بسیار مهم تاریخی است، ولی به اون معنا نیست که هرچی که در اونجا آمده ما در بس بپذیریم. یادداشت نویسی، هر کسی که از شنوندگان عزیز شما یادداشت روزانه می نویسه، حتما این رو به راحتی تجربه کردن که شما 24 ساعت زندگی کردید، 1001 اتفاق خوب و بد بر شما رفته، 1001 فکر خوب و بد در ذهنتون اومده، 2 صفحه رو تو کتاب دفترچه‌تون یادداشت میکنید. یعنی از همه اون اتفاقات یک
گوشه کوچیکی رو انتخاب کردید و اون هم معمولاً از منظر خودتون می‌نویسید دیگه. اگه مثلا با دوستتون دعوا کردید یا با همسرتون یا معشوقتون یا با شاگردتون اختلافی پیدا کردید یا استادتون اختلاف پیدا کردید، اونا رو معمولاً از تجربه خودتون می‌نویسید. به همین خاطر وقتی که من کتاب آقای علم رو می‌خونم دائم متوجه این قضیه هستم که این منظر علم از این ماجراست، این مسائل خودش رو نگفته، این دائم داره از خودش تعریف میکنه، دوروبری های خودش رو هیچی بدشون رو نمیگه، دوروبری های ملکه رو خیلی راحت بدشون رو میگه. اگر اونها مثلا شبهه مالی در موردشون پیدا شده اونها رو به صراحت میگه، ولی یک بار در مورد مسائلی که در مورد خودش، اطرافیان خودش، مرده خودش بود نمیگه. به همین خاطر من فکر میکنم سند بسیار بسیار مهم تاریخیه، ولی مثل هر سند تاریخی مهمی باید در کنار اسناد دیگه قرارش داد و باید با دید شک بهش نگاه کرد و فقط مواردی ازش به قطع پذیرفت که میشه ازش در جای دیگری هم براش میشه براش از جای دیگری هم مستند و معید پیدا کرد، وگرنه هر چی که گفته طبعا من فکر میکنم هیچ مورخ جدی، هیچ منقد جدی اونها رو میپذیره، کما اینکه در مورد هیچ کسی ما در مورد خاطراتش چه انکاری نمیکنیم. ما هیچ خاطرات رو آقای دکتر در تاریخ ایران کسان دیگری هم بودن که چنین خاطراتی بنویسن. خاطرات به این مفصلی به نظر من چندتایی بیشتر نیستن، یعنی شاید اولین نوع از نوعش خاطرات اعتماد سلطنه است. ناصرالدین شاه مثلا در مورد سفرش به خارج خاطراتی نوشته، سه جلد سفر خاطراتش نوشته. خب اونها اونم که نگاه میکنی، من فقط در مورد هم خاطرات علم یه نقدی نوشتم جلد پنجش، هم در مورد خاطرات ناصرالدین شاه نقدی نوشتم، اینا هر دو در اون کتاب تجدد و تجدد ستیزی است. میدونید ناصرالدین شاه وقتی که به خاطراتش مراجعه میکنید قطعا نمیشه اون رو به عنوان حقیقت سفرش تلقی کرد، روایتی از اون سفره. خاطرات علم هم روایتی از اونه و من فکر میکنم حتما تحت تاثیر خاطرات علمه که رفسنجانی هم در یادداشت‌های روزانش رو تدوین کرده و چاپ کرده. من میدونم که مثلا آقای فروغی یادداشت‌های روزانه داشته، ولی بخش کوچیکش تا اونجایی که من میدونم، یعنی یه جلدش رو من دیدم چاپ شده. خیلی هم از اون یه جلد مسائلی است که شاید اهمیت روزانه، اهمیت تاریخشون کمه، مثلا غذا ظهر چی خوردی، کیا بعد از ظهر اومدن دیدار منزل پدرشون، ولی در لابلای این مسائل به نظر اهمیت بسیار بسیار نکته های تاریخی است. آقای دکتر فرهنگ خاطراتی نوشتن، ولی دفترچه یاد داشته روزانهشون رو اگر داشتن ما نداریم. خاطرات دکتر فرهنگ بسیار خاطرات خوندنی است. خاطرات بعد از واقعه نوشته شده زیاد هست، ولی این یادداشتایی است که اون روزانه یا شبانه می نوشته و بعد یه جای امنی نگه داشته و بعد به خانوادهش گفته که این رو چاپ بکنید و واقعا خانوادهش به نظر من خدمت بسیار مهم می کردن که این اسناد رو گذاشتن چاپ بشه، به خصوص خانم علم که خب تو اون خاطرات میخونید ببینید که رابطه در واقع آری از عشقی در اونجا بوده، این دائم در فکر مهمونبازی بوده، دائم در مورد معشوقه هاش مینویسه، دائم از خانوم انتقاد میکنه، یعنی یه علوب طبعی خانوم داشته که اجازه داده اینها چاپ بشه. آدم میتونه تصور بکنه که حتی مثلا چون یه قسمتشو میدونیم از بین بردن، یه قسمتشو خانوم خود علم مینویسه یا در مقدمه آقای عالی خانی آمده که یه بار میبینه اینها رو خانوم و متوجه میشه که درش در مورد این کارا مهمون بازیهاش و معشوقش اینا نوشته، عصبانی میشه میندازه اینا رو
در آتش و می‌سوزونه و از اون به بعد الان اینها رو می‌فرستاده در سوئیس، در اونجا هم نگه داشته می‌شده. ظاهراً به شاه هم خبر داده بوده که چنین خاطراتی رو می‌نویسه، ولی ظاهراً، ولی اینکه به چه چیزی گفته و بعد چه چیزی می‌نوشته این رو من نمیدونم. من نمیدونم به شاه چی گفته، ولی واضحه که در خیلی از مسائل با شاه میدونید همون تو، حتی توی خاطرات آدم میبینه که دو دوزه بازی میکنه. یعنی از یه طرف مجیز شاه رو میگه، تعریف میکنه، میگه شما از ناپلئون بزرگترید، فلان فلان فلان، بعد چند صفحه بعد یه چیز، یه مطلق گندهی میگه که آدم که با دقت بخونه چیز میکنه. بعد زن میگه بله ایشون همه مسائل میدونم، ولی نمیدونم چطور به این قضیه مثلا هویدا بی‌عنایتن. و اگر آدم خاطرات رو به گمان من به دقت بخونه، متوجه میشه که حداقل برای من اینطوره که علم تا حدی مسئول بی‌توجهی شاه به این قوایی که اسلامی ها داشتن جمع آوری میکردن بود. یعنی بدون شک گناه اصلی یا نگاه اصلی از آن خود شاه بود که خطر عمده رو دکتر مصدق و طرفدارانش و مهمتر از اونها چپ میدونست. فکر میکرد چپ خطر عمده برای ایرانه، فکر میکرد مذهبیون متحدش هستن در دعوا با چپ، به همین خاطر و در دعوا با دکتر مصدق اونها رو اجازه میداد که فعالیت بکنن. یعنی واقعا دست مذهبی ها خیلی باز بود برای فعالیت در قیاس با همه نیروهای دیگه. ولی سوای این، شما تو این خاطرات میبینی که دائم علم تو گوش شاه حرفایی میزنه که الان که برمیگردیم حرفای بسیار ابلهانه ای از لحاظ سیاسی. مثلا بارها در گوش شاه میگه که شما به این آخونده توجه نکنید، من پنبه اینا رو در 15 خرداد زدم. آیت الله شریعت مداری، آیت الله گلپایگانی، آیت الله قومی نامه می نویسن در مورد تغییر تقویم و اعتراض میکنن که چرا تقویم اسلامی رو دارید تقویم سلطنتی میکنید. علم مثلا میگه که شما اصلا توجه نکنید، اینا عددی نیستن که شما بهشون جواب بدید. خب حتما اونا هم عدد بودن، هم حرفشون بایستی مورد توجه قرار میگیره. و بعد مهمتر این که الان که برمیگردی به اون دوران نگاه میکنی، میبینید که اگر تیپایی مثل آیت الله شریعت مداری، آیت الله گلپایگانی فرصت فعالیت بیشتری داشتن، وقتی که اوضاع بحرانی شد نیروهای مثل اونها میتونستن بیشتر قدرت داشته باشن، ولی اونها دائم به حاشیه مونده میشدن و وقتی اون فضای بحرانی ایجاد شد، رادیکالترین نیروها به رهبری آیت الله خمینی تونستن قبضه کنن و کسی مثلا آیت الله شریعت مداری با اینکه در خلوت متوجهه که چه داره اتفاق میفته از لحاظ سیاسی، به غیر از بعد از آمدن آیت الله خمینی و تظاهرات که علیه ولایت فقیه کرد و مقاومت کرد، واقعا مقاومت و شگفت‌انگیزی کرد آیت الله شهادت مداری. یک کسی دیگری که شنیدم خاطرات مفصلی دارن و واقعا من فکر میکنم اون در بیاد کمک بسیار زیادی میکنه به روشن شدن بسیاری از جنبه‌های تاریخی، دکتر غلام حسین صدیقی است. من شنیدم که ایشون خاطرات بسیار مفصلی داشتن، خاطرات روزانه می‌نوشتن و دو سه تیکش رو که من دیدم اصلا از بابت مثل همه کارهای دکتر صدیقی، از بابت دقتش، از بابت امانتش، از بابت انصافش واقعا شگفت انگیزه. اون شرحی که در مورد روز 28 مرداد نوشته، اگر اون رو به عنوان نمونه بگیریم، یا شرحهایی که در مورد مذاکراتش با شاه نوشته در آستانه 1978، این دوتا چیزیست که من دیدم ازشون، ولی میدونم که این خیلی مفصل تره و هنوز
چاپ نشده و اگر یه روزی چاپ بشه به نظر من یک گنجینه خیلی مهمی است، چون هم جریانات روشنفکری درش هست، هم جریانات حزب جبهه ملی درش هست، هم فراز و فرودهای سیاسی ایران درش هست، از منظر یکی از شریفترین و میهن‌پرست‌ترین و بصیرترین آدم‌ها، برای اینکه کاملا شما در اون تیکه‌هایی که من دیدم از یادداشت‌هاشون میتونید ببینید که میدید که ایران داره به یه دوران بحرانی وارد میشه و حاضر شد تمام این وجاهت سیاسی که 50 سال برای زحمت کشیده بود رو در طبق اخلاص بگذاره، برای اینکه مملکت رو شاید بتونه از اون طوفانی که احساس میکرد داره میاد، اون فاجعه‌ای که احساس میکرد داره میاد، نجات بده. ممنون. آیا که این خاطرات الان در اختیار کسی است؟ حتما در اختیار خانواده‌شون هست، حتما. امیدوارم، امید من هست، برای اینکه اون تیکه هایی رو که من دیدم واقعا درخشانه. خیلی عالی بود، یک بار خواندین در یک برنامه رادیویی. بله، واقعا اصلا شگفت‌انگیزه. بعد اون خودمون مثلا میگم نامه‌ای که اون گزارشی که از روز 28 مرداد نوشته در نام خودش کم نظیره، یعنی با یک دقتی، با یک انصافی، میدونید، نه تمجید از خودش میکنه، در عین تمجید از دکتر مصدق، هر اون رو چی که رو دیده، حتی اگر فکر بکنه که تصویر خیلی مطلوبی از دکتر مصدق نمیده، اونجا آورده. و میدونیم که، میدونید، در مسائل دوران 15 خرداد دوباره او با سران جبهه ملی اختلاف نظر جدی داشت. من خاطرات اون دورانش رو نخوندم، ولی مقاله‌ای که دکتر صدیقی درست بعد از تقریبا 15 خرداد چاپ میکنه به عنوان مقدمه ترجمه کتاب ارسطو، دکتر صدیقی یک علاقه عظیمی به ارسطو داشت. من متاسفانه هرگز وقتی اینو نداشتم که شاگرد ایشون باشم، ولی شاگردای ایشون رو خیلی میشناختم و بعضی از شاگردای ایشون همکارای ما بودن، بعضیش شاگردای من بودن، تعریف میکردن که با چه احترامی از ارسطو یاد میکردن. و خب سیاستش هم مثل سیاست ارسطو دیگه، ارسطو همیشه با اعتدال معتقد بود مسائل حل کرد، یکی از کلیدهای اندیشه سیاسی ارسطو همین اعتداله. بعد از 15 خرداد در اون مقدمه درخشانی که واقعا بر ارسطو نوشته، هم عمق تحقیقش رو نشون میده، هم پسپاس علمیش رو نشون میده و هم بینش سیاسی شد که میگه این افراطی‌گری ها، این شعار دادن ها، این نفوذ مذهب در سیاست ها رو بایستی واگذاشت و باید یه راه حل معتدلی برای آینده ایران پیدا کرد. و خب رژیم شاه متاسفانه مگر وقتی که به بحران خورد زیاد به کسانی مثل صدیقی توجهی نمی کرد. میگن که از دوسته از نفر من شنیدم که شاه هم در مورد صدیقی هم در مورد بختیار و در اون بحران گفته بود که اینا عجب آدم های گردن کلفتی هستن، عجب آدم های شجاعی هستن، عجب آدم های صدیقی هستن، اینا کجا بودن؟ و ظاهرا ادعا میکنن بعضی ها که گفته بودن که مدتی در زندان بودن، مدتی هم محروم از فعالیت سیاسی. های دکتر، من فکر میکنم، حالا یادم نیست دقیق، مثل اینکه علم در یکی از همین مجلدات یادداشت‌های علم انقلاب رو پیشبینی کرده بوده و حتی گفته که این یادداشت‌ها بعد از مرگ من و شاه چاپ بشوند. بله؟ بله. این رو میگه، ولی در یه جاهای دیگری دو سه جا میگه که این اوضاع قابل دوام نیست، این طبقه حاکمی که ما هستیم فاسد شده، بعضی عبارات خیلی تند و جالبی چیز میکنه. نکته ای که من نمیدونم
و اون رو حتما هم خود خانواده میدونن و هم آقای عالی خانی که واقعا یک کار بزرگی در ادیت این کار کردن. این است که آیا این یادداشت ها همه مسائلی است که در زمان تاریخ یادداشت نوشته شده؟ یعنی مثلا اگر در 1971 یه مطلبی نوشته شده، آیا دیگه بعد این فرصت بازبینی داشته و اضافه کرده یا نه؟ این از اون بابت مهمه که اگر در ماهای واپسین زندگیش اضافاتی کرده، خب میشه حد زد که در اون زمان دیگه طوفان آغاز شده بود و این هم خیلی از شاه عصبانی بود، برای اینکه فکر میکرد دوباره برکنارش کردن و بعد فکر میکرد دوباره برکنارش کردن و یکی از دشمنانش رو که هویدا بود آوردن سر کار. الان فکر میکرد دفعه اول شاه خیلی به ناحق شناسی، اون فکر میکرد 15 خرداد اون جمع جور کرده و خیلی زود بعد از 15 خرداد شاه تصمیم گرفت اونو کنار بگذاره و این دائم تو گوش شاه میخوند که من خدمت کردم، شما این بچه رو آوردید، منصور رو، گاهی هم از عبارات تندتر هم استفاده میکنه. به همین شیوه در مورد هویدا هم صحبت میکرد دائم و فکر میکرد که یکی از ریشه های بحرانه، ولی تمام این بدگوییاش در واقع به خاطر این بود که فکر میکرد اونو باید بردارن اینو برگردونن به نخست وزیری. و اینکه آیا در دوران معزولی که همه بایزید شوند این اضافاتی کرده یا نکرد، چون اون به نظر من اگر این اسنا این دست نوشته ها رو یه روزی بذارن در یه جایی که محققین بتونن بهش دسترسی پیدا کنن، خط خوردگی هاشو ببینن، حسبیاتشو ببینن، دقیق تر ببینن اصلا جوهرش در چه زمانی ممکنه نوشته شده باشه، اون کمک میکنه که آدم ببینه واقعا پیشبینی میکرد یا وقتی که بحران شروع شد بعضی از این نکات رو اضافه کرد. من اون اصلا نمیدونم. آقای دکتر میلانی، اوضاع داخلی ایران آنگونه که به نظر می آید، چون بعضی ها میگن جنگ زرگریه، یه حالت تشدد و تشنج شدیدی رو نشون میده. بسیاری از این دلواپسان، اگه این نام رو کلی بگیریم، شروع کردن به حمله های شدید به آقای روحانی. پاسدار سعید قاسمی با حمله به روحانی گفته مجلس باید قانونی را تصویب کند که تیعان رئیس جمهور فقط عمله باشد، عملگی کند. این فرمانده حزب الله این درخواست را به خاطر برخی سیاست‌های حسن روحانی به خصوص در مواجهه با عربستان سعودی مطرح کرده است. وی با اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت 11 در مقابل عربستان سعودی گفته است که یک عده تحت عنوان سیاست قصد روابط با کشورها از جمله سعودی‌ها را دارند و معنای واقعی سیاست یعنی پدرسوخته بازی. اولا من یکی از طرفداران خیلی جدی این حاج آقا هستم. من همه نوشته‌هاشون رو سعی می‌کنم بخونم برای اینکه برای خنده و برای گریه تو امان خیلی موثره. منظورتون از حاج آقا کیه؟ همین که عکسشو گذاشتید و رهبر معظم؟ نه خیر، این رئیس حزب الله که نقل قول ازش خوندید. آها بله بله. آقای سعید قاسمی. سعید خان، حاج آقا قاسمی. و خب من هر وقت چیزی ازشون پیدا بشه میخونم و گوش میدم، چون هم روزخونه خیلی، یعنی پامنبری روزخونی است، از اون پامنبری های خیلی خوبه و خیلی هم تظاهر به این میکنه که طرفدار طبقه فقیره. این که عمله رو به عنوان فحش استفاده میکنه، اولا من از به عنوان یک عمله علمی میخوام بهشون اعتراض بکنم و بگم که این اصطلاح به شیوه شما که ادعای طرفداری از مستضعفین میکنی نیست.
به علاوه ایشون خب واقعا میگم یه پدیده فکاهی شگفت انگیزیه. مدعاه آقای دکتر؟ نه خیر، ادعا میکنه که جزء سران سپاه بوده، ولی بعضی از مخالفینش میگن که اونجا هم خیلی حرفاش در اون مورد هم مثل بقیه موارد خیلی محل اعتنا نیست. ادعاهاش در مورد این که چه شجاعتهایی کرده، با کیا بوده، چیز من اونها رو نمیدونم، ولی من سخنرانیاشون رو میخونم برای اینکه فهم کنم برای پیدا کردن اینکه اون حاشیه جنون‌آمیز سیاست ایران در چه فضایی هست خیلی موثره. و وقتی هم که میارنش مطرحش میکنن دقیقا وقتی است که میخوان پاچه یه نفر رو بگیرن، یه دفعه دوباره حاج آقا سخنرانیاش، چون دائم هم در سخنرانی است، من همیشه میگم دنبال سخنرانیاش هستم که خیلی جالبه، واقعا شنیدنش خیلی جالبه، برای اینکه اصلا چیز نداره، منطق اونجوری نداره، یه منطق خاص خودش رو دنبال میکنه. ولی از ایشون که به هر حال مدت هاست هر گونه هرچی که به ذهن حزب اللهیشون میاد به زبان بسیار تندشون علیه روحانی و رفسنجانی و خاتمی و تمام اصلاح طلبان روان میکنن، ولی واقع حملات از آدمهای دیگر هم به طور جدی صورت گرفته. میدونید یه به قول خود اینا یه حجمه ای الان داره صورت میگیره که آدم احساس میکنه هر روز ابعاد بیشتری پیدا میکنه. وقتی اینا 50,000 نفر آدم رو آوردن در تهران و رزمایش بسیج و سپاه گذاشتن، خب این رزمایش بسیج و سپاه علیه شیطان بزرگ یا شیطان اکبر یا شیطان اصغر یا شیطان شیطون، به قول ایرونی ها که میگن شیطان بزرگ داره شده به شیطان شیطون، این تظاهرات علیه شیطان شیطون که نبود، این تظاهرات علیه مردم ایران بود، علیه اصلاح طلبا بود، علیه آقای رفسنجانی بود، علیه آقای روحانی بود، و حرف این بود که اگر فکر میکنید با این توافق حالا فردا میتونید آوانسای دیگه بگیرید، با این پدیده روبرو هستید. لباس شخصیار هم آوردن تو خیابون رسما به عنوان بخشی از سپاه برای اولین بار تا اونجایی که میدونم، اون هم تهدیدش واضح بود علیه همیناست، تقویت نظام کنترل فضاهای مجازی و مزاجی که دستورش صادر شد از طرف آقای خامنه‌ای، اون هم به نظر من بخشی از این چیزه، و صحبتهایی که آقای روحانی کرد و دو روز بعد آقای خامنه‌ای کرد. آقای روحانی گفت که فقط سپاه پاسدار انقلاب نیست، مردم همه پاسدارن، دهاتهای دیگر هم هستند، و مسئله ما فقط شیطان کوچولو یا شیطان بزرگه نیست، بیکاری و فساد و بیدینی هم مسئله ماست. همون دو روز بعد آقای خامنه‌ای در دیدار با سپاه گفتن نه، پاسداری از انقلاب وظیفه شما، جنگ رو در دو عرصه ادامه میدن. بله، من فکر میکنم اینا زرگریه. میدونید این که اگر زرگری هم باشه، وقتی که زرگرها به جون هم میفتن و مسائل هم دیگر رو در حدی که الان دارن افشا میکنن، وقتی که دولت روحانی مثلا میگه که در راهن جدیدی که الان تأسیس کردن سپاه اومده قرارداد رو عملا به زور گرفته و بعد فرمانده سابق سپاه که رئیس اون شرکت شده 220 میلیون دلار گرفته و غیبش زده، خب اگه جنگ زرگری ادامه بدن، چون ما از این جنگ زرگری به هر حال میفهمیم که زرگرهای بزرگ و کوچیکی که دزدیدن و اون 200 میلیاردی که میگن گم شده کیا بودن، من فکر میکنم دعوا واقعا جدی است، دعوا بر سر آینده ایران، و یه عده دلواپس ها دلواپسن که دکونشون تخته بشه، یه عده دیگری مثل آقای روحانی مثل آقای رفسنجانی متوجهن که اون دکون تخته شده و دارن سعی میکنن یه راهی پیدا کنن که شاید رژیم رو با تغییراتی حفظ بکنن.
آقای دکتر، یکی دیگر از کسانی که حتما به دستور رهبر بزرگ حمله کرده به آقای روحانی، کاظم صدیقی حجت الاسلام، گفته است که برخی میگویند انقلاب به پایان رسیده، که باید گفت خود شما به پایان رسیده اید. این انقلاب تازه آغاز شده و ما منتظر آمدن صاحب اصلی آن امام زمان هستیم. کاظم صدیقی گفت امروز بنی امیه زمان ما آمریکاست و جنایات آمریکا همون جنایات شمراست و در این میان مسیر امام حسین نیروهای بزدل را از مسیر انقلاب کنار می زند. کاظمی گفت سپاه دیدبان شرعی و قانونی انقلاب و مسئول حفظ دستاوردهای انقلاب است و تنها سازمان و نهاد و ارگانی است که وظیفه ذاتی آن هوشیاری نسبت به توطئه‌های داخلی و خارجی بوده و و و بر صورت اینم یکی از میگم واقعا اینا چون اونقدر دلواپس شدن و نگران هستن حرفایی میزنن که واقعا برای آینده خود رژیم و برای آینده خود روحانیون هم به گمان من خطرناکه. وقتی شما میگید سپاه دیدبان، اصطلاح دقیقش الان یادم رفت، چیز شرعی ایرانه، دیدبان شرعی ایرانه، خب اصلا مفهوم ولایت فقیه رو و مفهوم نقش روحانیون رو زیر سوال میبره. خب فردا سپاه میگه بله ما دیدبانیم، شما چی کارین؟ و این در طول تاریخ ایران کم نبوده، کسانی که یه دهی آوردن ازشون به عنوان نظامی استفاده کردن برای اینکه سیستم خودشون رو حفظ بکنن و بعد از یه مدتی اونا گفتن خب ما چرا خودمون این قضیه رو اداره نکنیم. زدن این حرفا و وارد کردن سپاه به این عرصه هایی که آیت الله خمینی به صراحت و به تأکید و به تکرار گفته بود وظیفه سپاه نیست، سیاست و اقتصاد و انتخابات و اینا رو کاملا من کرده بود. حالا اینا دارن بیارنشون تو برای اینکه نگران دلواپس این مسائل هستن و واقعا میگم بازی با آتشه، هم برای ایران هم برای خود این آقایون. آقای دکتر میلانی 7-8 دقیقه وقت داریم. خوندین که خامنه ای گفته که منتظرن من 10 سال دیگه بمیرم و اهدافشون رو متحقق کنند. بله بله، مفصل در این مورد صحبت کرده و این نشانگر این است که خودش هم چندان اعتمادی به آیندهش نداره. و در ضمن باز در حمله به روحانی و طرفداران به حال گشایش دیدگاه های دیپلماتیک گفته است که پس از توافق هسته‌ای به دیدگاه‌هایی حمله کرد او که تنش زدائی و عادی سازی روابط با آمریکا را ترویج می‌کنند و خواهان پایان دادن به روابط تیره دو کشور هستند. او این بار علاوه بر استفاده از مضامین مذهبی و انقلابی، نگاه مثبت به دولت آمریکا و ارزش‌های نظام سیاسی این کشور را در تعارض با عقل و مصالح کشور توصیف کرد. او علارغم تأکید بر این که ابلیس رئیس همه شیطان‌های عالم است، اما اقدامات دولت آمریکا را مخربتر از ابلیس دانست که به رغم وی ببخشید به نظر وی کارش فقط اغوا و فریب است. بله اینم برای من از نظر الهیات خیلی جالب بود که در واقع شما یه پدیده ای رو در جهان دارید ایجاد بکنید که بالای دست پدیده خدا آفریده شیطانه. یعنی خیلی از برای من عجیب بود که من اینو خوندم، خیلی برام عجیب بود که فکر کنم یک شخص خیلی متدینی بیاد برای مصالح سیاسی بگی که یه پدیده ای ما در دنیا داریم که سیاستر و شیطانتر و به قول
آقایون وساوسش از شیطانی که در قرآن هست، در الهیات هست و مظهر تمام این هاست بدتره. خیلی به نظر من دوباره جاییست که مصالح سیاسی به زدن حرفای انجام میده که خیلی قابل تأملن. و بعد یه روزی عواقبی در بر خواهند داشت، کما اینکه دوباره به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بخشی از این عواقب الان اینجا رسیده، یعنی این سقوط اخلاقی که اینها در جامعه به اصطلاح ازش صحبت میکنند، این گریز از این احکام رژیم، این تلاش جبهه وسیعی که در جامعه وجود داره برای اینکه زندگی مردم زندگی خودشون رو خودشون بکنن، خب این در نتیجه همینه که مردم میبینن که اینا هرچی میگن هرچی لازم باشه برای مصالح لحظه سیاسی میگن. و بعدم دوباره فکر کنم یه تقابل جالبی از آیت الله خمینی وقتی که یه حرفی رو میخواست بزنه، حرف آخرش رو اول میزد و با صراحت و با شدت حرف رو میزد، با شداد و غلاظ، با شداد و غلاظ واقعا حرفش رو میزد. اگر میخواست با صدام حسین بعد از اینکه بارها گفته بود که خط قرمز من سقوط صدامه، خط قرمز آیت الله خمینی سقوط صدام بود دیگه، بارها گفته بود جنگ تا سقوط صدام ادامه داره، بعد دید با خط قرمز عوض کنه، اومد گفت من با خط قرمز عوض کنم، الانم نمیتونم بهتون بگم چرا، ولی مسئولیتش پای منه. اینا الان در رهبران فعلی نمیبینید که بیان اینو با صراحت بگن، هم میخوان مذاکره بشه، هم مذاکره رو آغاز میکنن، هم بدون اطلاع به خود دولت مورد نظرشون مذاکره رو در عمان آغاز میکنن، بعدم دائم کسانی که مذاکره میکنن رو مورد مؤاخذه قرار میدن. این به نظر من اگر ریشه بحران فرهنگی که جامعه ایران و خود اینها دائم دارن در موردش صحبت میکنن، یعنی همین امامان جمعه این هفته بمکنم یکی از دستوراتی که از مرکز آمده بود همه این بود که به حجمه فرهنگی اشاره بکنید و بگید که آمریکا میخواد حجمه فرهنگی بکنه. آقای سلیمانی اشاره کرد که اینا میخوان بیان، غربی ها میخوان بیان مطالبات مردم رو بالا ببرن، یعنی مثل این که آمدن یک گروه توریستی از فرانسه که یه هتل بسازندن سی که فرودگاه چیز، اون انتظارات مردم رو بالا میبره. این واقعا خیلی نگرانی هاشون نگرانی های عجیب غریبی است، بلاحت آمیزه. ولی از یه طرف هم درسته، میدونی مردم انتظاراتشون خیلی زیاده، مردم به هر حال انقلاب کردن برای اینکه آزادی داشته باشن، مردم انقلاب کردن برای اینکه حق تجمع داشته باشن، مردم انقلاب کردن برای اینکه فکر میکردن انتخاباتی میخوان که درش آزاد باشن، انتخاب هر کی رو میخوان انتخاب بکنن. اینها مطالبهایی نیست که غربی ها به ایرانی ها تزریق خواهند کرد، اینا مطالباتی است که مردم در 1979 داشتن، متحقق نشده و نیروهایی که خواستار این نوع مطالباتن، تحصیل کرده ها، شهرنشینا، روستاییانی که مزرعه‌هاشون از دست دادن، روستاییانی که مزرعه‌هاشون از دست خواهند داد به خاطر کمبود آب، همه اینا داره هر روز فشار برای یک جامعه پاسخگو، یک رهبری پاسخگو به مردم رو زیادتر میکنه. ربطی به غربی ها نداره، دینامیزم خود جامعه ایرانه. در پایان آقای دکتر، یک خبری دیدم نوشته بودش که در دوران احمدی نژاد در یک برش از زمان چه وارداتی ما داشتیم. چند تا کلمه است، چند تا عبارت کوتاه میخوانم. کلاهگیس 96 تن ساپورت زنان، جوراب ساپورت 202 تن بعد کلاهگیس ریش، ابرو و موژه مصنوعی 96 تن ریش، ابرو و موژه مصنوعی باز 71 تن جوراب زنانه که گفتم، اولاق 6 تن سگ 14 تن شلاق و عصا 74 تن بیل و بیلچه
2281 تن. اینم برای پایان گفتگومون. خواهده که خیلی ممنونم ازتون، محبت فرمودید. محبت رو ادامه بدید، هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. از بنده است. قربون شما، شب روزتون خوش. همیانان گرامی، با سپاس از شما و همچنین با سپاس از کارگردان